فقط ما ایرا گفتنی هستم که آفرین به شجاعت این برادر و انشاءالله که این همون زنگ های خطر هستک برای حکومت رحمانوف که ایرا بدانند که کسانی که در بیرون تاجیکستان گپ میزنند و همیشه اونها را طرفدارای رحمانوف و بعضی کسان بی‌طرفان هم اونها سنگ میزنند که شما از دور گپ میزنین ببینین برادران. من به یک افتخار میگم این همون راهبرا و همون استادهای هستند که در داخل کشور قرار دارند. اینها همون کسانی هستند که راهی اونها را ما دنبال کرده ایستادیم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان مردان هستند که اونها عهدی که با پروردگار کرده بودند در او عهد خودشون استوار مانده بودند. بعضی از اونها شهید شدند رفتند و بعضی از اونها تا امروز هم دنبال همون راه هستند تا زمانی که جام شهادت و شربت شهادت اینا بنوشند. یکی از اونها برادر حاجی عمر مرحوم خدا رحمتش کنه امروز در بین ما و شما نیست، اما راهی اون برادر تا امروز زنده است و دوام دارد و همیشه ایدئولوژی این برادر حاجی عمر تا امروز زنده است و روز تا روز کسانی که این راه آگاه می شوند و چشماشون بینا می شود و عقلهاشون رسا می شود بیدار می شوند حتما این راه دنبال می کنند. و ناگفته نمونه این برادر که امروز از داخل تاجیکستان این نوا را کرد، حکومت برای حکومت یک زنگی خطر بودک برای حکومت که ای حکومت این پیغام بود برای تو که شما هیچ وقت اون کسا را در بیرون هستن، اون کسا را در بیرون ملامت میکنین که شما هیچ کاری کرده نمیتونین، از بیرون گپ میزنین. فراموش نکنین در داخل وطن هم این انسان ها وجود دارد. اون کسایی که قلباشون میتپه، اون کسایی که داغشون در درون دودشون بعد در هوا میبرایه میروه، در میگیرن میسوزن اما آه میکشن و فقط دود میبرایه. اون کسا فقط در بیرون نیستن، در داخل کشور به نهایت زیاد هستن. این برادری که عبدالستار پیر محمدزاده، این فقط یکی از اونها بود که امروز داخلش سوخت، داخلش در گرفتک، دودش هوا برامد، دودی او را مردم دید. امروز دودی او را مردم دید و مردم هم امروز روز تا روز بیدار می شود. این برای شما را چیز فکر نکنین، این یک پیغام بود. این پیغام بود. اون برادر هم در ویدیو هم خودش میگه که شما منتظری اون هستین که مردم به کوچه ها بریزد و اون روز هم رسیدنی است. تا زمانی که دست ظلمتان از حکومت، از بالای مردم، از گریبان مردم نگیرین، این عمود جوان ها و این عمود شهرمرد ها در داخل و خارج کشور پیدا میشوند. و آفرین قند تو نبزنین اون کسانی که امروز از اون انسان حمایت میکنین. در برای این ما یک شعر کوچک میخونم و خاصتا در برای کسانی هست که امروز این عمود شجاعت دارند. شاعر میفرماید که پلنگی سنگی دروازه های بسته شهرم، مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست، باور کن تو تلخی شراب کهنه ای، من تلخی زهرم. این برادری که امروز در تاجیکستان این نوا را کرد و برای مردم و خطابش به حکومت دارا کرد، ایرا ببینید این کسا در داخل تاجیکستان اینها به مانند همون پلنگهایی که شما در داخل در دور قدیم در پیش روی دروازه های شهر میموندند، پلنگهایی که از بیتون میساختند اورا، یا که پلنگهایی که از سنگ میتراشیدند، میگه که پلنگ سنگی دروازه های بسته شهرم، معنمو خیلی پلنگم، معنمو رمز شجاعتم، معنمو رمز غیرت هستم، مگو آزاد خواهی شد. ای برادری که از دور
از دور گپ میزنی، ای برادری که از دور فقط قرصک میزنی، این گپ برای من نگو که مگو آزاد خواهی شد. اون پلنگ سنگی را تو برای بگوی که حال یک روز نه یک روز تو آزاد میشی، اما خودت هیچ کار هم نمیکنی، نه جانبداری میکنی، نه طرفداری میکنی. پلنگ سنگی دروازه های بسته شهرم مگو آزاد خواهی شد، که من زندانی دهرم. من زندانی، من این سنگ که میبینین، این پلنگ را که شما میبینین، این زندانی برای همیشه همیشه هستک. امروز همون حالت که در داخل کشور ما و شما هستک، امروز همون حالت در بالای مردم ما و شما هستند. مردم ما و شما امروز بعضن از چاپلوسا میگن که ما آزادیم، مرحمت ما آزاد، میره میایم. شما نمیبینین، شما انمون پلنگ های هستین که زندانی دهر شدگیم، ما همه ما و شما. اما ببینین، یک پلنگ سنگیه که امروز در تاجیکستان امروز از قالب سنگ برآمده و قالب انسان درآمده و یک ویدیو ابرشینی کرد برای حکومت و برای دیگر مردم که ای مردم ایرا بفهمین که اون عمود مبارزا و اون عمود جوانمردایی که در بیرون امروز گپ میزنن، البته اون سخنهای اونها به تاثیر نیست، البته در داخل تاجیکستان هر یک نوار اینها را داخل تاجیکستان میشنوه. این خیلی برادر عبدالستار صدها تا هستک، همه شما همین برادر هستین. ببینین مردمی که در حکومت کار میکنین، امروز مردم ملامت میکنین یا که در این فکر هستین که کوه آتش بجیگر دارد اگر خاموش است. اون کوهی که شما میبینین، اون آرامیشی که در کوه میبینین، او را فکر نکنین، اون کوه آرام است. کوه آتش بجیگر دارد اگر خاموش است. ولکان داره یک روز نه یک روز نه او میترکه، به مثل این برادر عبدالستار پیر محمد زاده. این انمو پلنگی بود که امروز از قالب سنگی برآمد و به قالب انسانیت آمد و درد خودش، اون سوزشی که در درونش بود، او را در تمام جامعه و به حکومت دارا خطاب کرد و به تمام جامعه رساند که ای مردم، ببینین این کاری که برادرها در بیرون میکنن، این کار در داخل هم میشود. اون کسایی که در بیرون درونشان درد میگیره و درونشان در میگیره و میسوزه، اون کسا نه تنها اونا در بیرون هستند. بی وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بودن و بی یاد وطن بی وطنی است. انمو ما در داخل وطن هستیم. این ظلمی که در بالای ما و شما یا جاری دیدن یا روا دیدگی هستند، این را هیچ کس تحمل کرده نمیتونه. حکومت دارا هوشیار باشین. این برادر عبدالستار که امروز نوارش در تمام شبکه ها میبینین، شاید امروز یک فقط در بالای فقط پریسیل گذاشتگین یا که نشان گذاشتگین، شاید چند روز یا چند هفته این را چیزی نگین، حتما این نوار ای در تمام مردم تاجیک تأثیری خودش هم میگذاره. در تمام مردم تاجیکستانی، مردم ازبک تبار، مردم تاجیک تبار، بغیر از او دیگر هر کسایی که در پامیر هستند، در ونج هستند، در شمال هستند، در واروخ هستند، در خوجند هستند، این نوار تأثیری خودش در رگ و پیوندی هر یک انسان میگذاره. این خوبی انمی مردم است که تا امروز تحمل کردن، شما را چیزی نگفتن. این خوبی و انمی مردم تاجیکستان است که امروز تا امروز تحمل کردن که شما چه وقت اصلاح میشین، چه وقت خوب میشین، اما متاسفانه شما اصلاح نشدین. ای برادر امروز انمو دردی همه را گفت. این برادر انمی است راه برای ما. اینای کسایی که از داخل گپ میزنن، اینها هستن ما را راهبری میکنن. ما شاگردهای اینها هستیم. شما تصور کنین زیبایی سخن ای را ببینین، زیبایی چهره ای را ببینین که اصلا دیگر در این چی عیب در این پیدا بکنی. بسیار منطقی، بسیار کلتور نه، برای حکومت دارام رسوند و برای مردمم رسوند که ای مردم، شما تنها شما تنها ما را نگذارین، شما هم میتونین. من مطمئن هستم که حکومت امروز بی‌پروایی میکنه، حکومت امروز فکر میکنه که کسی اصلا از پشت اینو نمیخیزه و کسی در داخل تاجیکستان گپ نمیزنه، این پیغام بود برای حکومت ها.
به نام خدا قسم هر یک شهروند تاجیکستانی جای عبدالستار را شیده میتونه. من مطمئن هستم امروزی برادرهایی که از این حمایت میکنن اینها همش عبدالستار پیر محمد هستند. اینها همش انمونا هستند و خوش به حال کسانی که امروز حمایت میکنن از این برادر. اینمی از انمون جامعه سازی، اینمی است که خداوند برای ما و شما میگه که اینما المؤمنون اخوه، مؤمن ها اخوه هستند، مسلم ها نه، مؤمن ها کسانی که ایمان دارند، کسانی که اونها به پروردگار باوری دارند، اونها اخوه هستند. و ما انشاءالله همون مؤمن ها هستیم، از این برادر جانبداری میکنیم، از این برادر حمایت میکنیم و مطمئن باشه حکومت که این نمود برادرها در داخل وطن صدها بلکه هزارها تا هستند و انشاءالله که روز تا روز اون آتشی که در درونشان میسوزه اونها روز تا روز زیاد میشوه و بالاخره اونها یک روز دود اونها را در آسمان شما میبینید. حکومت فراموش نکنین این چیزا و مردمی که این نوا را دیدین هر یک تای شما این برادر شده میتونید. سپیچکا میخواستین اینم این سپیچکا بود. ما هیچ وقت نمیگیم که شما در داخل تاجیکستان برین یک میتینگ بسازین. اینم این برادرایی که امروز حمایت میکنن از این خوش به حالشون اینها در میتینگ علکی شرکت کرده ایستادن. انمو میتینگ که روزی که نرخ اینترنت بالا شد تمام برادرایی که به طرف و با طرف و هر کسی که بود اونها این چیز را رد کردن، دیدن که حکومت چی ریاکسیه گرفته. پس قوتی که ما و شما داریم احساس کرده نمیتونیم چقدر ما قوتی ما بزرگتر است. قوت در پول داشتن و در ارمیه داشتن نیست، قوت در اتحاد بودن و در یک جا بودن است. ما و شما خدا خواهد انشاءالله که متحد میشیم. ظلم رحمانوف ما و شما را متحد میسازد. ظلم رحمانوف در تمام سراسر تاجیکستان امروز پیاده شدگی است. ظلم رحمانوف به هر یک خاندان ما و شما دروازش تق تق کردگی است. هر یک خاندان ما و شما در خاندان هر یک تای ما و شما ظلم رحمانوف دروازش آمدگی تق تق کردگی است. کسانی که امروز در مهاجرت هستین رحمانوف از ظلمش دروازه شما را تق تق کردگی است. اگر این سیاست خوب می داشت در این قدر وقت این در برای خاطر مردم تاجیک، برای مردم تاجیکستانی یک فکر اندیشه میکرد، برای برگردوندن مهاجرا یک فکر اندیشه میکرد. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست، باور کن. تو تلخی شراب کهنه ای، من تلخی زهرم. به همون شکلی که حاجی عمر برآمد این راه دنبال کرد که امروز پیروای اون راه چقدر زیاد شدگی هستند و این برادر که امروز در تاجیکستان تصور کنین که ما باز هم به دل پر به دل اطمینان من میگم که این برادرها همون کسایی هستند که ما شاگردهای اونها میشیم. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست، باور کن. ای برادر، تو تلخی شراب کهنه ای، من تلخی زهرم. انمون دردی که برادر عبدالستار داشت، انمون زخمی که برادر عبدالستار داشت هر یک تای ما و شما داریم. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست. اگر چیزهایی که در برادر عبدالستار بود و در ما هست، همون ظلمی که در برای اون برادر شد در برای تو هم شدگی است. اگر این مشابهت شباهت ها باشه، اگر این دردهایی که در بین هر دوتون هست، این دردها اگر هم باشه، باز هم تفاوت های ما با این برادر زیادتر است. این برادر تصور کنین که در داخل وطن برآمد اعتراض کرده، تصور کنین که امروز این برادر فقط با یک ویدیو ابرشینش در رگ رگ مردم تاجیکستانی داخل شد. محبت این برادر در رگ رگ هر یک برادر داخل شده. چرا؟ چرا که حق گفته.
کسانی که عالم هستند، کسانی که ملا هستند، پیروای دین هستند، اونها تا زمانی که حق میگفتند مردم اونها را دوست میداشت. روزی که در مقابل حق برآمدند اینها گپ زدند و از درد جامعه گپ نزدند، امروز مردم اونها را نفرت میکنند. همین گپ درست است یا که نه؟ 100% هر یک تای شما قبول میکنین که تا زمانی که اون علماها از حق حمایت میکردن، تا زمانی که مردم اون علماها و اون وظیفه دارا و مسئولینی که از درد جامعه، از درد مردم گپ میزدن، اون وقت محبت اونها در قلب مردم بود. روزی که اینها انگشت اشاره در طرف حق کردن و ملامت کردن، سنگ ملامت زدن، از همون روز جامعه اینها را نفرت کرده ایستاده است. این برادر فقط با یک ویدیو ابرشینش محبت تمام مردم را جلب کرد. چرا؟ به خاطر حق گفتند. ببین یک برادری که ما میگیم که تفاوت های ما بیش از شباهت هاست، باور کن برادر عبدالستار، فرق بین ما و تو بسیار زیاد است. تصور که برادرایی که در بیرون گپ میزنند این قدر مردم میگیم که آشکار ببروین صحبت کنین، این قدر مردم میگیم که ای مردم دیگر نترسین، اما فرقیت شما را دیدین. شما هستین استادا، شما هستین کسانی که این ملت بیدار بشود. اگر چنده که امروز خدمت های ما به داخل وطن به مردم رسیده باشه، اما فراموش نکنین شما قابل احترام هستین. یک ویدیو نوار شما حکومت با مردم در حرکت در آورد. این از فرقیت. چرا؟ تو تلخی شراب کهنه، من تلخی زهرم. امروز ما کسایی که در بیرون گپ میزنن اینها تلخی زهر است. هر چی قدره که زهر تلختر بشوه، همون قدر آدم از زود میکشه. هر چی قدره که زهر کهنه‌تر بشوه، همون قدر تلخیش زیاد میشوه. امروز این کسایی که در بیرون گپ میزنن، تلخی اینها در قرطق رحمانوف است. اینها در قرطقی همون کسانی هستن که نسبت تو ظلم کردن، اما تلخی تو تلخی شراب کهنه ای. تو ببینین شراب کهنه هر چی قدره که شراب کهنه میشوه، شراب کهنه را اگر بدونین قیمتش بالا هست. این برادرا اینها اگر چنده هم که در داخل وطن هستند، امروز یک سخن اینها انسان های با تجربه یا انسان های هستند که ارزش اینها، قیمت اینها بالاتر است. مرا ای ماهی عاشق رها کن، فکر کن من هم یکی از سنگ های کوچکی افتاده در نهرم. ای برادری که میگه از دور فقط ماشاءالله بهترین شعری نری، این گپ را میگه یک طرف بمون، یک پرو میگه یک طرف بمون، این خیلی تعریفات این خوره ما این کارو نکردیم. اون برادر این کارو نکرد که در داخل فیسبوک و در داخل شبکه های اجتماعی اون زویزده بشه. اون نمایندگی از 8 میلیون 9 میلیون کردن و تمام اودرا برای خودش قبول کرد. بالاخره کفید و نمایندگی از من و از تو و از دیگر و از زن و مرد و کودک و جوان و پیر از همه کرده. او این گپ زده، اون در داخل وطن این گپ برای حکومت دارو زد. پس چی نموت فقط یک نظارگر میباشی؟ میگه مرا ای ماهی عاشق، ای کسی که تو عاشق هستی به مبارزه و به مبارزه و به حق گویان، این گپ را یک طرف بمون. تو نگذار این برادر تنها، مبارزه را تنها نگذار، مبارزه را و حق گویان و آزادی خواهان را تنها نگذار. مرا ای ماهی عاشق رها کن، فکر کن من هم یکی از سنگهای کوچکی افتاده در نهرم. این همی چیز فکر کن، من هم اون هم با مثل ما و شما یک انسانی زندگی داره، زن و فرزند داره، خلاصه یک زندگی معمولی داره، کدام کارمند حکومت نیست. اما او نمایندگی از هر یک تیمه و شما کرده که و درد جامعه را به حکومت دارا رسونده. کسی را که برنجاند تو را هرگیز نمی بخشم. تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. ببین برادر که امروز از تاجیکستان این خطاب برای مردم و برای جامعه و برای شهروندها و برای حکومتدارا کردی،
ای را باید هر یک فرد توجیک و هر یک شهروند و هر یک کسی که درد داره باید این گپ در خودش بگیره. کسی را که برنجاند تو را بعد از این ویدیوت هرگز نمی بخشم. تا زمانی که خون در بدنمون میگرده ما مبارزه میبریم و اون فضایی که تو خواستی و اون جامعه‌ای که تو خواستی و اون زندگی آسوده و زندگی آرامی که تو خواستی حتما این برادرایی که امروز در از تو حمایت میکنن و او کسایی که چی از حق از گروه 24 هستند و چی آزادی خواه هستند و یا کسایی که عموما از هیچ گروهی نیستند اما همچون یک انسان همچون یک شهروند از تو حمایت کردگی هستند، این پیغام اینها بود به تو برادر. کسی را که برنجانه تو را هرگز نمی بخشم، اینها هیچ وقت نمی بخشم. کسی که امروز اگر در نسبت تو دلی جنایی میکشاید، اگر اون کسی که تو را بد میگه، اون کسی که تو را خائن میگه، هرگز نمی بخشم. اینجا خطاب برای هر یک تای ما و شما است. ما هیچ وقت اون کسی نمی بخشیم. ما حتما از اون انسان انتخاب میکنیم میگیریم. هر کسی که انگشتی ظلم طرف تو اشاره کرد، هر کسی که دستای خونالودش در گریبان تو گذاشته، حتما چلیکای او را ما میشکنیم انشاءالله. کسی را که برنجانه تو را هرگز نمی بخشم، تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. خودت برادر بالاخره آمدی، اون کار که مبارزه میکنن اون کار کردی، اون آشتی کردی با این مردم، اون آزادی خواه ها، این مردمی که مهاجر هستند، این دردی ما اینها بودد، اون سوزشی که در درون تو بودد و اون دودی که در آسمان برآمد، اون آتشی که در درون تو سوخت و دودش در آسمان برآمد، اون آتشی هر یک شهروند تاجیکستانی بودد. اگر بعد از این ویدیو اگر نسبت تو کدام دلی بکشاین، اگر تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم، اگر در این حالت اگر من باز هم اگر خاموش باشم و حمایت از تو نکنم، ببین برادر، نامردترین آدم نبودستم و هر کسی که همین حالت میبینه و حمایت از این انسان نمیکنه، به خدا قسم نامردترین انسان است. این انسانی که از هیچ گروهی نبود، این انسانی که فقط حق گفت و دردی هر یک تی تو را گفت. کسی را که برنجاند تو را هرگز نمی بخشم، تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم. تو بالاخره دردی مرا در جامعه گفتی. این فریاد و ندای هر یک تاجیکستانی است که تو دردی او را گفتی. اگر من خاموش بشینم، من نامرد انسان بدستم. بعد که در بالای تو کدام جنایت برای تو اگر حساب کنن این کاری تو را. تو آهوی ریهای دشته های سبزی، اما من پلنگی دروازه های بسته شهرم. میگه ای برادر، روزی که تو پلنگ بودی، روزی که تو از قالب پلنگ برآمدی و به قالب انسان آمدی و سخن گفتی و کفیدی، و ببین برادر، تو دیگر بعد از این اون انسانی هستی که تو تلسم رحمونوفا شکستی، تو تلسم ترسی که در داخل وطن بود او را شکستی. این چیزی که تو کردی، این آزادیه که برای تو آمد رسید، دیگر بعد از این هیچ حدودی نداره. تو آهوی ریهای دشته های سبزی، اما من پلنگی سنگی دروازه های بسته شهرم. تو امروز دیگر هیچ کنار، آخرین نهایت ترس بود، قدم تا گذاشتی، دیگر گرانیت ها را گذاشتی و بالاخره کفیدی و بالاخره برای حکومت هم خطاب کردی. اون دیگر نهایت بود. بعد از او دیگر این بگم این شجاعت و این جرأت خیلی کسو میکنن. کسانی که در او جامعه که بند ایزارش میغلط اگه این همود گپه بگن، اما تو امروز اون آزادی را برای خودت کسب کردی. امروز اون آزادیه که تو خودت میخواستی او را برای خودت کسب کردی و من مطمئن هستم که به مثل خودت صدها و هزارها کسان دیگه هستن که راهی این راه دنبال میکنن. یک بار دیگه من برای خودت میگم که برادر، آفرینت. و ما همیشه از این چیز حمایت میکنیم
و ما پیغام میگذاریم برای تمام شهروندهای تاجیکستانی، نه تنها تاجیک، تاجیکستانی، از شمال سر کرده تا جنوب، از شرق سر کرده تا غرب، این برادر تنها نگذارین، هیچ وقت این برادر تنها نگذارین. این برادر تمام او را قبول کرده. امروز اگر از زبان خودش هم میشنویم که کسی او را دستگیر کردگی نیست و هیچ کسی او را تهدید کردگی نیست، اما این هم بود انسان در جامعه ما برای حکومت رحمانوف زنگ خطر ای پلان برای این کشیده میشه و حتما برای همون ما امروز دست بازو باید بلند بکنیم. امروز ما برای حکومت خطاب کنیم، پیغام برسانیم که اگر روزی که این برادر به زندان کشیده شد، مطمئن باش که 100 نفر دیگه عبدالستار پیدا می شود. البته به مثل برادر عبدالستار بود برادری که مثلا شریپوف دلیر یک ژورنالیست برای او کسی خطاب کرد، متاسفانه نه. باز هم همون برادرای گروه 24 و بعضی برادرای آزادی خواهان برآمدن و حمایت کردن. امروز هم این برادر نباید ما و شما تنها بگذاریم. آیا این برادر دردش دردی تو بود یا که دردی خودش تنها بود؟ آیا پیغام این برادر پیغام همه ما و شما بود یا که فقط پیغام و پرابلم خودش بود؟ این است موضوع امروز. من انشاءالله که امید دارم که این برادر هیچ وقت ما با هم یک جا تنها نمیگذاریم. یک است برای همه و همه برای یک است. همه ما همین برادر عبدالستار باید بشیم و باید در جایی که عبدالستار شکنجه میشود ما او را حمایت کنیم. برادرایی که اونها میخواهند به برادر عبدالستار کمک بکنند خیلی زیادند. تو برادر عبدالستار ما گفتم که تفاوت های ما بیش از شباهت هاست. باور کن تو تلخی شراب کهنه ای ما، من تلخی زهرم. خودت برادر اگر راه پیدا کرده میتونی که اگر از ما اگر هر کمکی باشه ما برای تو میرسانیم، پولی باشه، حقوقی باشه، هر چیزی که باشه ما هیچ وقت برای تو دریغ نمیکنیم. من میدونم که این چیزها را شاید رد کنید، اما برادرای خیلی زیاد هستند که اونها میخواهند که خودت در او حالت تنها نگذارند. ما برادرای برآمدند که 10 برابر اون اشترافی که تو گفتگی هستی برای تو گفتگی هستند، اون اشتراف آماده هستند بسپارند. اما هدف اینها سپاریدن اشتراف نیست و خودت هم قبول نکردن تو این هدف نیست که از مردم بگیری. ما میدونیم این چیزها، اما ما آماده هستیم که به والله قسم یک ماه روزه میگیریم، همون پول جمع میکنیم برای خودت روان میکنیم که بگذار که خودت آرام باشی، چرا که تو اون کار کردی از نمایندگی از تمام مردم کردی، نمایندگی از ما کردی، از شما کردم و از تمام مردم کردگی این برادر.